ماجرای انتخابات را با بسیار موضوعات جزئی تعقیب میکردم. یکی از اون نمونه ها را میخوام به عنوان مثال مطرح بسازم. گزارشی دریافت کردیم از ولایت پکتیا که شهر گردیز مرکز یکی از زونهای شمارش آرا بود و در آنجا گزارش های بسیار تکاندهندی از تقلبات فاحش در شمارش آرا بود. من به عیس خبرنگار موضوع را با سخنگوی کمیسیون انتخابات آن روزگار جناب آقای بهین هم ولایتیم که فعلا سخنگوی وزارت خارجه هستند. بله شان تقاعد کردن. خب این تحول تازه است، این را تعقیب نکرده بودیم. بله ایشان در اون زمان سخنگوی کمیسیون انتخابات بود و اتفاقا از آدرس ملل متحد هم در اونجا تشریف برده بودند. وقتی من سوال را مطرح کردم ایشان گفتند که بله ما هم گزارش های دریافت کردیم، اما تا به امروز کسی پاسخ نداد که نسبت به آن شکایت ها چه ترتیب اثری هم ملل متحد و هم مجامع ناظر بر انتخابات انجام دادند. من امیدوار هستم که در انتخابات پیش رو ما شاهد آن رویه های قانون شکنانه از سوی دوستان خارجی خود و حکومت داخلی خود نباشیم. من در رابطه با موضوعات انتخابات دوست خارجی که در اینجا حضور دارن انتخابات را تشریح کردن، من میخوایم به یک فاکتور بسیار تعیین کننده و مهم در امر برگزاری یک انتخابات سالم، عادلانه و رقابتی اشاره بکنم و او بی‌طرف بودن متولیان امر برگزاری انتخابات است. این بسیار تعیین کننده است. دوستان ما تا به حال در کمیسیون سم شکایات گزارش شفاف و دقیقی ارائه نکردند. ما منتظر هستیم، امیدوار هستیم که در روزهای آینده اجراءات اونها را مو به مو ملت افغانستان در جریان قرار بگیرند که چه هست. آیا افراد بی پشتوانه، افراد گمنام، افرادی که دارای حمایت‌های خارجی و یا جناح‌های قدرتمند داخلی نیستن از لیست حذف شدند؟ و یا افراد سرشناس و استخوانداری هم هستند که با استخوان‌های خود پهلوی ملت افغانستان را در 7 سال فشار دادن و آگاه ساختن و اونها هم مشمول این محدودیت‌های نظارتی شده باشند؟ من به عنوان یکی از کسانی که در تنظیم شکایت از آقای کرزی در پارلمان و از آدرس نمایندگان منتخب ملت افغانستان دخیل بودم، میخوایم اشاره بکنم به چند موضوع. یکی که بزرگترین جنایت در کشور ما قانون شکنی است. قانون شکنی زمینه را برای جنایت‌های بسیار هولناک در افغانستان در گذشته هم فراهم ساخته، از این پس هم فراهم خواهد ساخته. امروز اگر مردم افغانستان با تروریسم مشکل دارند به خاطر رفتارهای قانون شکنانه است. امروز اگر به کودکان ما تجاوز صورت میگیره و حکومت هیچ اقدامی نمیکنه به خاطر بی اعتبار شدن قانون در این سرزمین است. من به عنوان یکی از نمایندگان افغانستان به یک مورد اشاره میکنم. یکی از مواردی که در 19 فقره شکایت ما گنجانده شده، در 19 مورد از موارد عمده قانون شکنی در افغانستان در این شکایت تنظیم شده اشاره می کنم. سال گذشته ملت افغانستان شاهد درگیری های خشونت باری در ولایت میدان وردک میان روستانشینان و کوچی ها بود. بر سر مال مسائلی که همه ملت اطلاع دارند و لازم نیست که ما با طول تفسیر بیان بکنیم. اما امسال از این درگیری ها خبری نیست و اتفاقا در یکی از کمپاین های رسمی آقای کرزی اعلام شد توسط یکی از وزرایشان، وزیر برحال عدلیه، که ما به این خاطر از آقای کرزی در انتخابات حمایت میکنیم که آقای کرزی قول داده است که امسال کوچی ها به هزارجات نرمه. دو سوال. یک سوال این که آیا رفتن کوچی ها به مراتع هزارجات حق کوچی است؟ اگر حق کوچی است، کرزی چه حقی دارد که این حق را میبخشد؟ اگر حق کوچی نیست، چرا امسال؟ پارسال 10 نفر در بهسود کشته شدند. هزاران انسان، بله در سالهای گذشته، و هزاران انسان در سرزمین خود آواره شدند.
صدها خانه تخریب شد و میلیاردها افغانی به مردم خسارت وارد شد. عامل این جنایت کیست؟ من میگویم حکومت کرزی و شخص آقای کرزی که از منازعات اجتماعی این چنینی در راستای مقاصد سیاسی خود استفاده می‌کند. که می‌تونستم شکایات اگر واقعاً به جنایت‌ها رسیدگی می‌کنه به این مورد باید با فوریت رسیدگی بکنه. بحث دیگری که مطرح است بی اعتبار ساختن ادارات دولتی افغانستان هست. ما یک جامعه متعادل، آرام و باثبات را در رفتار قانونمند حاکمان می دانیم و هرگاه حاکمیت به قانون اعتنا بکند و رفتار خود را عیار بسازد با احکام قانون، جامعه خود به خود خود را عیار خواهد ساخت و در جامعه قانون شکنی یک ناهنجاری و یک اقدام ضد ارزشی تلقی خواهد شد. اما متاسفانه حکومت آقای کرزی چه کرده است؟ مواردی از قانون اساسی نقض شده است که هیچ نیاز به تفسیر ندارد، چون بعضی جاها ما شنیدیم غیر مستقیم، خدا کند که غیر دقیق باشد شنیده های ما. جناب آقای فهیم حضور دارند و ما امیدوار هستم که این شنیده ها غیر دقیق باشد، ما شاهد اقدامات شفاف کمیسیون باشیم. گفتند که ما وظیفه ما تفسیر قانون اساسی نیست. بله، وظیفه شما تفسیر قانون اساسی نیست، بحث ما هم تفسیر قانون اساسی نیست، بحث ما صراحت قانون اساسی است. قانون اساسی به صراحت صلاحیت ایجاد، القا و تعدیل واحدهای اداری مملکت را به شورای ملی واگذار کرده است. آقای کرزی بسیار آشکارا و بی ملاحظه اقدام به تأسیس یک موردش عرض میکنم به این خاطر که برای همه قابل لمس باشد، اقدام به تأسیس ریاست مستقل ارگانهای محل کرد. در اینجا چند تخطی صورت گرفت. یک، تعدیل واحد اداری، یعنی نیمی از وزارت داخله جدا شد، بخش ملکی وزارت داخله جدا شد، رفت در چوکات ریاست جمهوری و یک ارگان دیگر به وجود آمد، یک واحد اداری دیگر به وجود آمد، اما کاملا اقدام خودسرانه. اینجا دیگر ما نیازی به تفسیر قانون اساسی نداریم، اینجا زیر پا گذاشتن حکم صریح قانون اساسی است و ای از نگاه ما جنایت هست و خیانت ملی است و کمیسیون مستقل بودنش با این موارد محک خواهد خورد که تا چه اندازه در اجراعات خود مستقل است. ما امیدوار هستیم که متولیان امر برگزاری انتخابات و ناظرین انتخابات بتانند که مسئولیت تاریخی، انسانی و اسلامی خود را به انجام برسانند. ملت افغانستان همچنین توقعی دارد. من در فرصت‌های دیگر